تنها در کابل نیست، بلکه این رنگ تاکسی در ولایت‌ها همچنان به کار گرفته. زنده باد جمهوری اسلامی افغانستان. موتور چهار تیر داره. بله. یک تیر برای ترافیک، یک تیر با موتور عوارض خود بگیره. یعنی می باید یعنی بگیره که مثلا انمی ما با رنگ با رنگ میکنیم، موتور رو جورش میکنیم. کنیم در این مدت ما یک 500 موتور رنگ کردیم. شما بفهمانه که در اون نقطه که مزفین پلیس ترافیک هست، شما از اون دارجای پدر رو عبور بکنین. تعریف میکنن، تو نمیشناسن با تاریخ ده که میاین. میگم بود نه، میمون رفر سپرلایزر پیدا میکنه، میگم موتوری ما کجاست. نهایت مهربان، سلام های پر از مهر و محبت و صمیمی خدا نثار تک تک از شما هموطنان عزیزم تقدیم میکنم. امید دارم که از مریضی های این فصل شما در امان باشین. دوستان عزیز، سمای صمیمی هستم. امروز آمدیم به محفل افتتاحی تغییر رنگ وسایط تاکسی. قسمی که شما مشاهده میکنید یک تاکسی هایی که در گذشته این تاکسی ها البته به رنگ زرد و سفید بود، تغییر رنگ کرده به رنگ آبی و سفید شده که در بعض از البته بعض هانه تمامی از این تاکسی ها نشته از کابل خارواری تاکسی که چقدر یک رنگ های بسیار مقبول زیبا این تاکسی ها به خود گرفته و با رنگ کردن این تاکسی ها شما همه ما میفهمیم که چقدر شور نظم دیسپلین میگیره و همیشه ما برنامه های از شوروالی کابل داشتیم. سرک جور میشد و همه الان که جور میشه سرک، پل، پلچک و فعلا که یکی از شهکارهای ریاست ترافیک است که در گذشته ما همچنان از سیگنال ها، از اشاره های ترافیکی بر شما برنامه داشتیم. واقعا این دو بخش که امروز در امارت اسلامی است، در افغانستان هستند، حکومت به دستشان است، اینا نهایتا کار میکنند. خب خواستم امروز بیایم از این تاکسی های بسیار مقبول زیبایی که امروز رنگ شده و با رنگ های سفید و آبی به خود گرفتن بر شما برنامه بگیریم و بتانم که همراه رئیس شرکت که مسئولیت این موترها را رنگ کردنشان بر عهده داره همراه از نو صحبت کنم و همراه رئیس ترافیک همچنان صحبت های داشته باشم. بعضی از سوال هایی که در فکر ما و شما هسته و از هزینهش پرسان کنم، از مدت وقتی که در بر میگیره این موترها از اینا پرسان کنم و ببینیم که چی مدت زمان را میگیره تا رنگ های تاکسی تمام شود و به شار البته روان شود استفاده کنند. خب بیننده ما باشین، مرا تا آخرین لحظات تنها نگذارین. بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر سلام اخ خو لخپل ټولو هیواد والو می دا غوښتنه ده، بل خصوص هغه څوک چې لټکسي چې استفاده کوي یا ټکسي موټر دی ته موږ اسناد ورکړي دي، بیا مدې تخپل خط سیر ټاکل دی اترافي. مثلا یو ټکسي تم اټلانټا کړی دی، کابل ننګرهار، کابل لغمان، کابل کونړ، مثلا لین موټر ټاکل دغه سیم، کابل مزار، کابل تخار، کابل بدخشان دی ته موږ لین ټاکل دی. دغه په اتراب کې سفر کولای سي، دا د اتراب سواری وړای سي او دغه رقم د اتراب موټران سي د اتراب سواری راوړل د نور ولایتو سواری کابل ښار ته ورسوله، هغه به په خپل اډه کې ولاړ وي، بیا کابل ښار ته د داخلېدو حق نه لري، دلته سواری یوسي. دا د ښاري ټکسي حق ده. متاسفانه که تاسو فکر کړئ اوس موږ ښاري ټکسي والا د اتراب سواری وړي
او په کار کې فعالیت کوي اطرافي ټکو سیمو د اطراف سواریم راوړي په کار کې فعالیت کوي نو لزکه په کار کې ګڼه ګونه ډیره ده به مدوباري ډیره ده غواړو چې په کار کې ښه نظم راسي او د موږ ښار یو پرمختللی ښار جوړ سي او ډیسپلین او نظم په دې ښار کې موجود وي نو دغه لپاره موږ جوړ کړی دغه ترتیب موږ ته جوړ کړی ده الله تعالی دې وکړي چې موږ دغه موټروانان په دغو قوانینو باندې عمل وکړي کچیر مثلا کڅوک سرکشی کی عمل نه کوي راست ټرافیک کابل دی تاول بار خبرداري ور کوي سرور ته تخپل خط سیر مخ ټاکلې په خپل خط سیر سیس پدو کوه کچیر بیا هم تخلو په کول بیا به موږ بندو شارک ته بیلګو بیا به ته سزا ور کو بل لار نست موټر چار ټیر داره بله یک ټیر باندې ټرافیک یک ټیر په موټر عوارض خود به ګره یعنی می باید انمی بگیره که مثلا انمی ما به رنگ به رنگ میکنیم موتور جورش میکنیم موتور پیش میبریم یعنی می پیسه برای ازیا پیدا میشه پویش او وای دی ازیا بالا میشه مثلا علی کلی شهر هر کس چی کسی داره گینمی چی کسی مشخص شوه ازی استفاده سوسواری ازیا زیات میشه مشکل ازیا حل است ان شاء الله زیات مشکل نداره با یک موتور رنگ که مثلا و نمو زیات خراب نباشه امی گلگل ملگل چی کسی والا خود بیرون میکنه با 1000 2000 پم و نمو میشه با 9100 پنجار پیاس که چند است؟ دار آه؟ 9100 دار پیا یعنی میاس اگر شرکت ولی از زیاد گرفته ما استیم آره تو حساب کو چند صد دلار میه؟ یک نیم صد دلار یک نیم صد 120 دلار میه مثلا تقریبا اطراف و داخل شهر او از 500 گرفته تا 600 رنگ شده چرا وقت زمستان است یک از زیاد رنگ اینجا نمیشه کوشش میکنیم که اینمی به شرکت والا گپ زدیم که اینمی جای را دو جای جورش کنه یک ده کارتنه جور کده اینجا که ظرفیت از یکم زر بالا شوه رنگ آمیزی مردم به موتور تیز شوه کار پیش بره ان شاء الله بله دوستان است در ادامه برنامه هستیم و کنار انجینیر صاحب یاور انجینیر سایت عمومی اصل و میخوایم صحبت های داشته باشم درباره موترهای تکسی سلام علیکم انجینیر صاحب علیکم سلام سلام بر شما سلام به همه بیننده های عزیز علیکم سلام خوب هستین صحت من سلامت بخیر باشه شما خوب هستین میشه انجینیر صاحب بر ما از طی مراحل تاکسی هایی که امروز رنگ شده بر ما بگوین که هموطنان ما که تاکسی دارن میخواین موترهای خودان رنگ کنن بدانند خب ابتدا اون قضیه بخشی داریش است که در ترافیک حل میشه از جا امر تاکسی گرفته میشه وقتی که میان دیجا قبل از اینکه ایجا آزار میشن می گلگل کاری و کپی کشی و اگان مشکلاتی که موتر می داشته باشه را بیرون یا تنظیم میکنن حل میکنن وقتی که وا صفر شد آماده به رنگ شد میارن داخل جما رنگ میکنیم کلیر میکنیم و پالش میکنیم رنگ و کلیرش ده یک روز یک موتر خلاص میشه مگر پالش چون به خاطر که زمستان است هوا سرد میباشه در روز موتر میره کار خودم میکنه در روز بعد یک تاریخ مشخص به نوبت مشخص تعداد موتر مشخص میگیریم در روز حاضر میشن به خاطر پالششون درباره هزینه این موترها میشه بر ما بگوین بعضی از هموطنای ما که یک ذره یک میگن که باید هزینهش چقدر میشه تشویش هم میره دارن چون که اقتصاد افغانستان نسبتا خوب نیست میشه درباره هزینهش بگو خب هزینه مشخص است چون اما قسمی که در قرارداد امور ترافیک شرکت صحبت کرده و ایره امروشن قرارداد کرده ای باید به کیفیت بسیار رنگ بسیار بالا رنگ باید گرفته شوه و به کیفیت بالای جا استفاده شوه به این خاطر هزینش مشخص است و 9100 افغانی است که اونمو میان تعرفه میگیرن از شرکت میرن در بانک تسلیم میکنن باز موترشون میارن برنگ خب این موترهایی که امروز تاکسی هسته تنها در شهر کابل مدت چقدر وقت است که باید تکمیل شوه و در بازار عرضه شوه تا هموطنان استفاده کنند خود دقیقا این تایملاینش هنوز مشخص نیست کاملا چون تعداد تاکسی ها زیاد است زمستان است هنوز غیر سایتی که در کابل یک 3-4 سایت فعال می شود در ننگرهار فعال شده در قندهار فعال شده در سایر اول ولایت به خاطر از اینکه هوا سرد است به زمستان فعال نمی شود یعنی تایملاین مشخص زمستان معلوم نیست چون رنگ در زمستان بسیار آهسته و کند پیش میره مگر در فصل بهار باز میشه گیره به اساس فصل بهار تنظیم شوه تایملاین نهایی که چقدر تاکسی در افغانستان است مشخص شوه که تا چند سال این پروسه کاملا ان شاء الله تکمیل میشه خب میشه از هدف مشخص تان بر ما بگوین با کدام هدف شما امروز تاکسی ها را رنگ آمیزی کردین و در بازار عرضه گرچه این تصمیم است دولت است و ریاست ترافیک است که تصمیم گرفتن که باید شهر زیبا شود و تاکسی های شهر هم زیبا شود و یک رنگ مشخص و یک رنگ جدید بیا و می خاطر اونا تصمیم گرفتن که یک نظم بیا در شهر اونا این کار را شروع کردن آغاز کردن به خاطر اون ما کسی هستیم که امرای ترافیک کنه قرارداد کردیم و این تاکسی ها ان شاء الله رنگ میکنیم خب ببینید هموطنان ما که تاکسی دارن و حالا دیگر
بازار یگان زنگ نفرها هستن وطنای ما هستن که میگن که نه برو من نمیکنم رنگ. خود چی گفتنی داری بر؟ خب امی زیبایی را کلا که دوست داره، نظم کلا که دوست داره. وقتی که چند نفر را ببینی منظم باشه، در قدش یک نفر بی نظم باشه یا یک چیز غیر منظم باشه، او خودش سرش تاثیر میکنه می قضیه و میگه بونا کوشش میکنه که وام با منظم شهر خود آماده بکنه. از این خاطر بهتر است که کل شهروندان ما شما دمی پروسه هم هماهنگی کنن و یک جو شون به خاطر نظم شهر و منظم شدن تاکسی ها. خب بسیار زیاد تشکر انجینیر صاحب از اینکه امروز ما صحبت کردیم. موفق سر بلند باشی. سلامت باشین. تشکر از حضور شما همچنان. بله دوستان عزیز، قسمی که شما میبینید موتورهایی که دیگه کارایشان تکمیل است، اما بعض از کارایشان مانده که بخیر اینا همچنان تکمیل شود و چقدر خوب است که شهر ما و شما همچنان نظم دیسپلین میگیره. بیننده ما باشین، میخوایم برم به طرف هموطنای ما امرایشان صحبت های داشته. در ادامه برنامه هستیم دوستان عزیز، و قسمی که بر شما در نخست یادآور شدم که تاکسی های از افغانستان تنها از کابل نه، از بعضی از ولایت های دیگه همچنان امروز رنگ‌آمیزی میشه تا ماه حمل سال آینده رو بخیر اینا در بازار همشان می باشه و چقدر نظم شهر دیسپلین میگه. اسم صبور است و پروایزر عمومی شرکت هستم، مربوط شرکت میشن. بالا چقدر علی از کارتون بر ما بگوین، کارتون از چی وقت آغاز کردین؟ کار ما تقریبا یک چیز کم یک و نیم ماه میشه. در مدت یک و نیم ماه شما به تعداد چند تن از موتر رنگ کردین؟ وقتی یک کنیم ما در این مدت ما یک 500 موتر رنگ کردیم شالا. خب از این معلومات دارین که هموطن ما باید چگونه بیایه امو تاکسی هایی که دارن ببرن و رنگ آمیزی کنن؟ بله امی موتر اول مرحله شمی است که موتر خود که میاره موترش آماده کردنش در بیرون میشه. ما مثل موتری که بدر به ما موتر صفر باره میایه. خب یک موتر که رنگ آمیزی میشه، تمام میشه، تکمیل میشه، چند مصرف داره؟ یک مدره که تمام میشه از خود شرکت 9110 افغانی میشه. که واسه بسته موتر هم در او جمع می باشن. های میریم اوستا ایستا به طرف از این موتر ها میریم بر ما یک معرفی بکنید که هموطنهای ما بفهمن و امی موتر ها زیادتر که مزایم بیادرهای ما همچنانشون بیشتر میریم داخل که ما این موتر خود گرفته آورد دانه دروازه ما موترش چک میکنیم هر عیبه که داشت پس رخصت میکنیم اگه عیبه تو گم کن بیایید ایجا باز ما برای جور میکنیم. عیب که نداشت موترش میاریم داخل. اول خوب در موتر مکمل یک مالکاری میشه. موتر که یک مالکاری شد در داخل شاپ اخبار پیچ میاد که ایجا موتر مکمل پیچانده میشه. زیرای بار شیشاش داخلاش کلش از اکثر پیچانده میشه. پیچاندنش خلاص شد موتر ایجا میاد صافی کاری میشه بخش استر میاد. یعنی چی در بخش استر ماست که میان استر که درایی سی موتر هست اونو موتر استر که درایی استاد خالق بسیار استاد برسید. یک موتر چقدر وقت در بر میگیره تا کارش تکمیل شه؟ از مرحله اول شما که استر میتنین رنگ میکنین چند ساعت یا چند روز در بر میگیره؟ علمی موتر که از مرحله اول که میایم و 3 روز نفر وقت میتین 3 روز موتر تا برجه پیش ما بون و خاطر که استر ما خوش کوه رنگ ما سهی خوش کوه همو کلیره که ما میزنیم جلای موتر که میزنیم اونمو خوش کوه ور دفتر میبریم واده که رنگش خلاص شد استر چیزا شد رنگ شد میبریم در چیز میمونیم در بیرون میمونیم در مقابل هفته که هفته و بخوره سعی خوش کنه و با پالش شوه. آخرین مرحلهش پالش هست که اتاق شاب پالش هم در آخر است که میان هم کار مجریان داره. بله دوستان نهایت عزیز، قسمی که شما مشاهده میکنین اینم یک دیگری از کارهای امارت اسلامی که امروز میبینیم با رنگ کردن از این موترها چقدر نظم دیسپلین در شهر میآید. دیگه تمام موترهای تاکسی یک رنگ باشه و واقعا دیگه یک زیبایی خاص بر شهر میده. خوش میشه میبینیم در افغانستان چنین کارهای صورت میگیره انشالله با امید پیشرفت دیگر افغانستان همچنان. سامونوال محمد حسین نظیری هستم، یکی از عمری نوزی ترافیک شهر کابل. بسیار خوب. میشه بر ما بگوین که رنگ کردن موترهای تاکسی چقدر نظم دیسپلین در شهر میاره؟ امیر رنگ خودش زمانی که این برش داده شکر شما رنگ بکنین و بالاخره نو جواز سیر دارن در پولیز تکس لاین دارن. وقتی که تکس لاین ما تقاضا میکنیم که تکس لاین در تاکید سرش میکنیم حتما سایش مشخص است. این خودش نظم شهری است. این خودش نظم شهری است. فرض کن مثلا ازگاه یک تکسی متعین است شارانو در اون محدودیت چیزی که ملازم میبینیم در اونجا برش تکستان ترجمه میکنیم.
وقتی که تکسیلان توضیح شد شعوری در اون محدودیت رو فعالیت میکنه بنابراین دیگه وسایت رو فعالیت کردن میدونه این خودش نظم شرعی است. خب ای که ما بیشتر معلومات گرفتیم حالا میخواییم پرسان کنیم ای که بعض از هموطنهای ما موترهای تکسی خودان رنگ نمی کنن و وقتی که موترهای تکسی رنگشان تمام شد آیا شما کدام قانون را برای هموطنهای ما که موترهای خودان رنگ نکردن دارین در زیر نظر؟ ما اینمی خودش قانون است که از طریق شما مدبوعت عزیز که مراجعه میکنین و بار بار اداره محترم ریاست ترافیک کابل اعلان میکنه که لطفا شما مراجعه بکنین خصوصا نمی تکسایی که این رنگ قبلی زرد سفید دارن اونا مراجعه بکنن ادارهشون در خدمتشون است. در سه محل شهر کامل شدید سرزی کارمان است که نو معاینه تکنیکی میشن و میرن بالاخره عوارض تکنیکی خود میگیرن یا به شکل گلگلکاری که میگن نور تکمیل میکنن و آماده میشن بر رنگ بالاخره میرن اینجا اینجا که رنگ میشن دیگه پس آماده خدمات هستن امی بکار باید امی روند با خودشان باید بکنن دیگه امی خواهش مام از پیشان امی هست. خب میشه ازی بر ما همچنان بگوین وقتی که یک هموطن ما میخواین که تاکسی خودان رنگ کنن مدت چقدر وقت در بر میگیره تا که کارش از ترافیک خلاص کنه و ایجا بیارن رنگ کنن و از هزینش بر ما خود امی شران ما امی برادر ما امی رانده ما قصد امی کار داشته باشه در یک روز داری ترافیک مراجعه میکنه احکامش براش داده میشه اونا تکنیکیش تکمیل میشه بعدا مراجعه میکنه خودش به یک از جایی که مورد نظر خودش است اما موضوع گلگلکاریش تکمیل میشه و بعدا میاد این شرکت محترم و هزینه شما مشخص شده که 9150 افغانی و خوبیتش چی است 3 سال گارانتی بله چقدر عالی بسیار زیاد تشکر از اینکه امروز ما صحبت کردی موفق سر بلند باشین اگر برای هموطنان ما کدام پیام داشته باشی کمری ما در خدمت شما پیام ما همیشه مظفین خدمات عامه یعنی پلیس ترافیک شهر کابلتون پیام ما همیشه ای است که با ما مردم ما همکار باشند وقتی که اینا همکار بودن ما کل وظیفه ما خلاص چی میشه جلوگیری از حوادث ترافیک بالا ایجادی عامه همکاری مردم ما وقت که همکار باشن حوادث به میان نمیان فرض کو امیاره تو فعلا نه تمام این مزفین که کنار تن استاد هستن ما همیشه تاکید به خاطر عبور مرور اطفال ما داریم خصوصا شاگردای مکتب عزیز ما کارنده سازای عزیز ملت هستن ما خدمات برای زیاد انجام میدیم فنهازو که وقت والدین از واب برای زیاد همکاریشون چی هست که برشان بفهمند که در اون نقطه که مزفین پلیس ترافیک هست شما از مدارجای پدر رو عبور بکنین امسال الحمدلله نظر به هدایت شخص مقام رهبری ما و ما تونستیم که آمار مرگمیری خصوصا اطفالکای ما را مطلق زیر صفر عطا بیاریم شانه دوستان نهایت عزیز قسمی که گفتنی های شانه شنیدیم و گفتند که ما کوشش میکنیم تلاش میکنیم که حوادث ترافیکی را البته جلوگیری شود و چقدر رنگ های تاکسی هایی که امروز رنگ شدن مقبول هستند و یک نظم خاص به شهر کابل و ولایت ها ایجاد میکنند. دوستان نهایت عزیز رسیدیم به قسمت چهارمی رنگ آموزی موترها و فکر کنم که دیگه در این ساحه کس کارشان تکمیل میشه و ببینم که هموطنای ما شون صحبت های داشته باشون ببینیم چی گفتنی های داره. سلام علیکم بیاد. شما مسئولیت کدام بخش دارین؟ یه بخش پالش کوریست موترها یک ملک میشه ششته میشه پاک میشه پالش میشه باز پس ششته میشه دیگه پاکوریوش میشه تایرش ششته میشه با تسلیم صاحبش میشه یعنی دیگه مرحله آخر است مرحله آخر است بله بسیار چند نفر دمیجه مصروف است دیگه دیگه در تیم ما دیگه تقریبا 15 نفر است 15 نفر است موفق باشین تشکر از اینکه امروز بخیر باشین بله دوستان بیاین ما رو تعقیب کنین تنها نگذارین میرم هم تو به طرف هموطنای ما ببینین که چقدر یک رنگای مقبول به این تاکسی ها گرفتن تاکسی شهری کابل نوشته است تنها در کابل نیست بلکه این رنگ تاکسی در ولایت ها همچنان به کار گرفته که امسال که زمستان است ما حمل سال آینده بخوای تمامی موترهای تاکسی به رنگ سفید و فیروزه‌ای تبدیل میشه آبی کاروبار خوره شکر فضل خدا دیگه کاروبار از دیگه نمیزنیم مرحله آخر است اینجا مرحله آخر است بسیار خوب هموطنان ما وقتی که میان موتر خدا رو تسلیم میشن چی میگن نمیگن که این موتر ما تپی بسیار تغییر کرده نه اوتوری خو تعریف میکنن تو نامش ناسان به تاریخ دکی میاین میگم بود نه من رفر اسپرلایزر پیدا میکنه میگم موتری ما کجاست واقعا بابا زام زوام میای دیگه نشون میده بسیار خوب
خب تشکر، سلامت باشید. فعلا که برای بخش شستن ریگمال موتر. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستی سر؟ شکر. میشه این بخش خودت بگویی که من ندانستم بخش. این بخش ریگمال. ریگمال هست. بازی که ریگمال شد پالیش میشه اونجا چرخ. و میشه چند دانه موتر است که بخیر تکمیل شده؟ اینجا اونو تکمیل شده چرخ میخوره. چرخ میخوره. تکمیل است. ان شاء الله دیگه میتونه امو صاحب از این موتر بیای و موتر ببره. این بخش آخر است. خب چطور کارا چطور پیش میره؟ کار خوبه، شکر خوب پیش میره. روزانه چند بجه میایی؟ 7:30 بجه میایم تا 4:30 بجه. بیننده برنامه ما هستین دوستان ایست و آقای صاحب کنار مستاد هستن. نظریاتش هم میگیریم ببینیم چی گفتنی های داره. سلام علیکم آقای صاحب. سلام علیکم، چی حال داره؟ خوب هستی؟ بخیر. تشکر، سلامت زنده باشی. خودتان تکسی داری، مسئولیت داری، چی رقم حساب هست؟ ما یکی از زمین اشتراک کننده های از این برنامه افتتاح از این چیز هستیم. تاکسی هستیم، آمدیم از دیدن که از نزدیک ببینیم که چه قسم رنگ میشه، چه قسم رنگش هست، چه پروسیجر داره، با پول زیاد میشه و پول کم میشه، چه رقم هست. حالا تمام معلومات گرفتی، به نظر خود چقدر خوب است که تاکسی ها رنگ شود؟ این خوبیش است که اول این یک تصفیه در بین تکسی ها میاد. فرضاً یک تعداد تکسی ها شاید در اطراف خودش رنگ کرده باشه، رنگ شده باشه، اسنادش نتونه کنترل شود، دقیق باشه، یک موضوع عمده ای نمیست. و دیگه این رنگی که تا بال چندین سالی رنگ همی رنگ بوده و تقریبا رنگ زرد و که خوشایند هم نمی باشه، فهمیدی؟ دیگه این رنگ که حالا شده بسیار مقبول مالون میشه، بسیار مقبول است. و دیگه در هینیال هر تاکسی در تاکسی شهری شهری نوشته است، در تاکسی اطرافی اطرافی نوشته است. دیگه پاش بسیار کار نیک است، کار بد نیست، کار خوب است. به نظر شما چقدر چنین کار نظم دیسپلین در شهر میاره؟ به نظر من تقریبا 100% چیز میاره، نظم میاره. به خاطر از اینکه اول خود تاکسی ها فرق میشه، دوم دیگه اگر کدام کیفیت داشته باشه میبره کیفیتش دم خود تاکسی، دیگه او تاکسی رو باید گشتانده نتونه اگر رنگ نکنه. وقتی که اینجا آمد هم رنگش تصفیه میشه، هم خودش تصفیه میشه، هم سرش کار میشه، بسیار کار نیک است. اگر بسیار خوب اوید از هموطنهای ما که تاکسی دارن، دیگه نظر خود شما چی است برشان که باید رنگ کنن موترهای خود؟ والا خب مردم تو آوازه میکرد که با بسیار پیسی گذاف میشه و طور میشه. ما که تا جای معلومات گرفتیم همین یک تاکسی که وقت رنگ میشه خودش تاکسی میباشه در 9100 درم است یا چقدر تاکسی پیسی رنگش میشه. و این گپ بسیار نیک است، جای بسیار فضای آزاد داره، جای آزاد داره، مرکزیت است. ما که دیدن که از این جای ورکشاپ یزی و از این جای رنگ مالی یزی جای بسیار مناسب و خوب است. ما شما دیگه هم کار باشیم، باید با دولت ما هم کار باشیم، با ریاست ترافیک باید هم کار باشیم. ما شما که دیگه اگر باز بی‌مسئولیتی کردیم دیگه نمیشه. اصلا جامعه کلش باید روی اصلاحات پیش بره. اگر اصلاحات نباشه یعنی همینطور نابسامانی ها، خرابی ها، اختطاف، دوزی، چور، چپاول، خودسری. فرضاً یک مورد این متراکه بزنیم، یک تکسی که پلید نداشه، یک تکسی که جای ثابت نباشه، یک نفر اگر میزنه میره پشت کارش با فامیده نمیشه. وقتی که اینا تکسی ها خودشان میبینن از نیزی که رنگ های مخصوص داره، جاهای مخصوص داره، شناخت میشه. اگر خدا اینا خواسته کدام حادثه ها میکنه پیدا شدنش کار آسان از اوت است. بله دوستان، نهایت عزیز قسم که شما مشاهده میکنین در قسمت آخری، مرحله آخری رنگامیزی موترها هستم و چقدر خوب شد که موترها رنگ شد و در شهر نظم دیسپلین آورد. خوبی بود برنامه ما که امروز آمدیم از تاکسی های شهری بر شما برنامه گرفتیم، گفتنی های ریاست ترافیک و همچنان بعض از کارمندان شرکت را بر شما داشتیم که گپ های امیدوار کننده بر هموطن ما داشت. اوید از هموطن ما که در بخش هزینه موتر بسیار زیاد دلشان ناران بودند، میگفتند که موتر که مرنگ میکنم واقعا زیاد همین مصرفش زیاد میشه، انشالله که زیادتر مصرفشان نمیه، میتونه هموطنان ما درهای تاکسی خودان رنگ کنن. و ما خواستم که از این کار نیک ریاست ترافیک بر شما برنامه بگیریم. خدا کنه مورد دید علاقه شما قرار گرفته باشه. از شما تقاضا میکنم برنامه های چینل یوتیوب و تندار پلاس را بیننده باشین، لایک کنین، سابسکرایب کنین و کامنت های زیبا بنویسین.
تا برنامه بعدی که سمایه سمی در خدمت شما قرار میگیره، شما را به خدا یکتا میسپاره و شما همچنان ما را از دعای نیکتان فراموش نکنید.